شورای امنیت ملل متحد طالبان توقعات ما را برآورده نکردند. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی در کابل: واگذاری سفارت افغانستان به نماینده طالبان ضروری بود. افشای رازهای وحشتناک: پس از 2 سال که با شنیدنش شوکه خواهید شد. مشروع خبرها: شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه بر تعهد قوی خود به حمایت از حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان و همچنین حمایت مستمر از مردم این کشور تاکید کرد. در قطعنامه شماره 2679 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر حمایت از یک افغانستان سلامیز، باثبات و مرفع تأکید شده و از عدم پیشرفت طالبان در مورد انتظارات این شورا ابراز نگرانی شده است. در قطعنامه به طور مشخص بیان نشده که شورای امنیت چه انتظارات خاص از طالبان حاکم در افغانستان دارد، اما سازمان ملل متحد همواره بر احترام به حقوق بشر به شمول حق کار و آموزش زنان، مشارکت با مفهوم زنان در همه عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، تشکیل یک حکومت فراگیر و عدم استفاده از افغانستان علیه کشورهای دیگر تاکید کرده است. طالبان میگویند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی به زنان اجازه کار و تحصیل میدن و اجازه نمیدن که دیگران از خاک افغانستان آسیب ببینند. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی در کابل: واگذاری سفارت افغانستان به نماینده طالبان ضروری بود. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با وزیر امرالمعروف طالبان گفته که واگذاری سفارت افغانستان به این گروه لازم بود. حسن کاظمی قومی با حضور در دفتر خالد انفی تاکید کرده که واگذاری سفارت افغانستان به طالبان برای رسیدگی به امور مهاجران ضروری بود. جمهوری اسلامی روز 7 اوت سفارت افغانستان در تهران را به صورت رسمی به نماینده گروه طالبان تحویل داد. بر اساس خبرنامه‌ای که وزارت امرالمعروف نزد منکر طالبان پخش کرده است، خالد حنفی در دیدار روز شنبه خود با حسن کاظمی قومی بابت پذیرش سفیر امارت اسلامی و واگذاری سفارت افغانستان به او سپاسگزاری کرد. جمهوری اسلامی با این که سفارت افغانستان را به نماینده گروه طالبان واگذار کرده و به او اجازه داده که کارش را به صورت رسمی آغاز کند، هنوز حکومت این گروه را به رسمیت نمی‌شناسد. اخیراً روابط جمهوری اسلامی با گروه طالبان به صورت چشمگیر گسترش یافته است. در هفته‌های اخیر چند مقام ارشد طالبان از جمله وزیر امور مهاجرین و وزیر تجارت این گروه به ایران سفر کردند. سرپرست سفارت ایران در کابل هم به صورت مرتب با مقام‌های طالبان دیدار می‌کند. بشیر احمد قاسانی: سیگار بیشتر مناطق افغانستان از رای معامله به طالبان واگذار شد. بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در مطلب نوشته که گروه حاکم بیشتر ولایات و ولسوالی‌ها را از رای برتر نظامی سقوط ندادند، بلکه مقام‌های محلی دولت افغانستان، بزرگان محلی و فرماندهان نیروهای امنیتی افغانستان برای واگذاری مناطق با این گروه وارد مذاکره شده و توافق کردند. در این مطلب سیگار فساد دولت اشرفانی یکی از عوامل اصلی از بین رفتن رویه جنگی در میان نیروهای امنیتی افغانستان گفته شده است. رزاق مامون: بوی خلیزاد در زاهدان ایران. مولوی عبدالحمید رهبر طالبان ایران چرا قهر است؟ مولوی عبدالحمید خطیب مسجد زاهدان با خلیزاد و طالبان از پس جهاد وجه مشترک دارد. ملای زاهدانی 1 سال پیش طالبان تروریست را خوشحال کرد، اما قلب و روح 30 میلیون شهروند افغانستان را رنجه و معذوب کرد. اظهارات جدید پدرام درباره رهبران افغانستان و نظام فدرالی: پدرام: رهبران افغانستان درک درست از نظام فدرالی ندارند. نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه در مصاحبه با اندپندنت فارسی میگوید که رهبران افغانستان اکثرا به این نتیجه رسیدند که تنها رای مبارزه با سلطه طالبان نظام فدرالی است. وای با بیان غفلت 20 ساله این رهبران به این موضوع اشاره کرد که آنها درک درست از نظام فدرالی ندارند و تنها کسانی که در بین رهبران درک شعوری و علمی لازم را دارد سروردانش است که درباره نظام فدرال مقالات علمی نوشته است. وای درباره مارشال دوستم گفت: با این که دوستم خود را یک فدرالیست معرفی می کند و در زمان خود منابع و امکاناتی که داشتند برای تطبیق فدرالی هیچ کار انجام ندادند.
وی علاوه کرد که قوم‌های مختلف افغانستان فقط در یک حالت می‌توانند در کنار پشتون‌ها زندگی کنند و آن هم در صورت حاکمیت نظام فدرالی است. قهر و ناز سیاسی رهبران نازانه و افسانه حکومت همشمول. سیاستمداران و رهبران سیاسی افغانستان در طول 20 سال گذشته اشتباه‌های جبران ناپذیر را مرتکب شدند، اشتباهی که منجر به نابودی اکثر دستاوردهای دو دهه گذشته شده و کشور مجدداً به خلوتگاه تروریسم و رادیکالیسم مذهبی مبدل گشته است. هر سیاستمدار و شریک قدرت متناسب با حوزه نفوذ و میزان مشارکتش در قدرت و سیاست در سقوط افغانستان به کام افراطیت طالبانی سهم دارند. در این میان رهبران سیاسی و مشاوران آنها که پیشبین وضعیت امروزی نبودند با بهانه های مختلف به شاخه ها و کانون های غیر مستقیم طالبانیزم و در کل به رادیکالیسم باج دادند. دست افراطیت را گرفتن و برای نمایاندن و نشان دادن چهره مذهبی از خود در میان مردم به سربازان و مبلغان بدون مزد طالبان تبدیل شدند. آنها سهمدار فروپاشی هستند و نباید نقش آنان در سقوط نادیده گرفته شود. برغم این که غنی و دار و دسته شامل نسلی سقوط افغانستان به دست طالبان شمرده می شوند، شریکان قدرت و کسانی که دست گدایی برای ماموریت سیاسی دراز کرده بودند نیز باید در فهرست عاملان فروپاشی قرار بگیرند. رهبران سیاسی که آینده را پیش بینی نکردند با اجرای سیاست‌های منفعالانه و منفجویانه خصوصی انرژی نیروهای امسو را به هدر دادند و دست از شارلاتان بازی بر نداشتند. مسئولیت بزرگ بر دوششان است. این طیف از سیاستمداران فکر استراتژیک نداشتند، به تحول و تغییر افغانستان و منطقه نیندیشیدند و خود را به نظم عادت داده بودند که آن نظم قهر و ناز سیاسی در بدو و بوستان سیاست و نظم جمهوریت بود. هر بار که رهبران سیاسی تحفه دریافت میکردند و کرسی ماموریت برایشان داده میشد، از اطاعت کنندگان بیچون و چرای سیاستهای رئیسان جمهور میشدند و بر انحصار طلبی، تگسالاری و تمامیت خواهی آنها مشروعیت میبخشیدند. از زمین رو قضاوت تاریخی در برابر این سیاستمداران قهارانه خواهد بود. هم از همداران قدرت سیاسی که به وضعیت امروز نیندیشیدن و به جنگ و صلح از منظر واقعیت‌های منطقه‌ای و جهانی فکر نکردن، نه تنها در بینش جمعی مورد محاکمه قرار می‌گیرن، بلکه در پستوهای ذهنی خود نیز اگر عقلانی و واقع‌گرایانه بیندیشن، عذاب وجدان خواهند کشید که چه اشتباه‌های جبران ناپذیر سیاسی و محاسبات را مرتکب شدند. رهبران سیاسی که سیاست را عرصه دروغ‌افگنی و دکانداری ساخته بودند، حداقل پس از این همه شکست و ذلت به این درک و فهم از سیاست و وضعیت کشور رسیده باشند که دیگر آن نظم به سر باقی نمانده و فصل قهر و ناز سیاسیشان به پایان رسیده است. این دسته از سیاستمداران باید به نگاه ارباب، رعیتی و نازدانگی سیاسیشان نقطه پایان بگذارند و به گذشته و آینده قدرت، مناسبات بین المللی و منطقه‌ای با فکر نو و برنامه جدید ببینند. امروز افغانستان در انواع بحران غرق شده است. بحران سقوط نظام و فروپاشی ساختارها به کنار، اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا کند و مردم به گروگان بودن در دست طالبان خو بگیرند، تبلیغ، ترویج و نهادی نشدن رادیکالیسم مذهبی از نوع تروریستیان بساط کل کشور و آینده را فرا خواهد گرفت. گزارش این تحلیل بسیار جالب را می توانید در ویدیوی دیگر ما دنبال کنید. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال را سابسکرایب نمایید.